سلام، من پدرام هم اینجا فیلم بازه. بریم معرفی قسمت دوم سریال The Last of Us. از اینکه شروع کنیم یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. خب، قسمت دوم سریال The Last of Us شبکه HBO پخش شد. نام این قسمت ابتلا بود و در این ویدیو سعی خواهیم کرد بررسی کنیم اتفاقاتی که در قسمت دوم این سریال پیش اومد رو. خب، ابتدا در صحنه پیش از تتراژ میبینیم که یک دانشمند قارچ‌شناس اندونزیایی اولین نشانه ها در ابتلای انسان رو با این قارچ بررسی میکنه و به نوعی میشه گفت بیمار صفر این بیماری رو شاهد هستیم و این دانشمند به طور ناامید کننده میگه که تنها راه نجات از این قارچ ها و این بیماری مهلک اینه که عمر رو بمباران کنن و او دوست داره که آخرین رو با خانوادهش بگذاریم و یه جوری ناامیدی از درمان این بیماری رو در این صحنه پیش از تیتراژ شاهد هستیم. داستان اصلی سریال که شروع میشه شک و تردید جویل به الی رو میبینیم و به اینکه میشه تا حقیقت ماجرا رو براشون بیان کنه و بگه که گروه شبتاب ها امید دارن با استفاده از آنی رو پیدا کنن. کم کم شاهد صحنه هایی از شهر هستیم و دنیای بعد از همه گیری رو میبینیم و رابطه تس و الی که به هم نزدیکتر شده و کم کم صورت گرفتن رابطه بین جوئل و الی رو میبینیم و رابطه که فعلا به صورت لجبازی این دو نفر هستش. در میانه های سریال یک از صحنه های زیبا و دلهره آور سریال شروع میشه که گروه سه نفره به موزه و رودرویی با زامبی های قارچی که با اون صدای خاصی که دارن یکی از صحنه های ترسناک و هیجان انگیز سریاله. بازی خوب پدرو پاسکال و آناتورو در این سریال در این صحنه بسیار عالی و چشمگیره در این و گریم های خوبی که برای زامبی ها انتخاب شده یکی از نکات مثبت در این قسمت از سریال بودش و آشنایی ما با اولین هیولاهایی که در این سریال شاهد خواهیم بود بعد از رسیدن تس و جوئل به مقر گروه شبتاها شاهد هستند که افراد گروه هم آلوده شدن و با هم درگیر شدن و همدیگر رو کشتن. به همین دلیل جوئل ناامید میشه و در این صحنه متوجه میشه که الی و تس هم گاز گرفته شدن و ما میبینه که الی سالمه ولی تس مبتلا شده. دیگه از صحنه های احساس برانگیز سریال رو در این قسمت شاهد هستیم و رابطه زیبایی بین تس و جوئل و صحنه مرگ و فرار جوئل یکی از قسمت های واقعا احساس برانگیز این قسمت از سریال بود. و نکات مثبت دیگر سریال بازی خوب آناتورو است در نقش تست که بسیار عالی بازی کرد این قسمت رو و پایان این قسمت و منتظر موندن برای قسمت سوم سریال. خب، قسمت دوم سریال هم پخش شد. یک قسمت خوب و درجه یکی دیگه بود که انتظار طرفداران رو برآورده کرد و تونست باز هم و مشتاق نگه داره برای دیدن ادامه سریال و قسمت بعدی. و همونطور که گفتیم آناتورو در این قسمت از سریال خوب درخشید و تونست که جوئل و الی از مرگش ناراحت شدن ما را هم ناراحت کنه و مشتاق خواهیم بود برای ادامه این سریال و قسمت سومش. خب، ممنون که تون ویدیو هم با ما همراه بودید. اگر دوست شما لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.